روز جمعه گروهی در ترکیه به مناسبت 70مین سالگرد جانباختن 768 یهودی رومانیایی و روس طی جنگ جهانی دوم مراسمی برگزار کردند. در زمان جنگ جهانی دوم ترکیه زیر فشار بریتانیا به کشتی این یهودیان که از کشتار حکومت نازی‌ها گریخته بودند اجازه پیاده کردن سرنشینانش را نداد. ایشاک آلاتون از اعضای مهم جامعه یهودیان ترکیه میگوید: ما برای قربانیان کشتی غرق شده مراسمی برگزار کردیم که جنازه هایشان پس از غرق شدن در آب پوسید. زمان آن رسیده که با خطاهای گذشته روبرو شویم. باید باقی مانده اجساد یهودیان جانباخته را از آب بیرون آورد و به خاک سپرد تا از گذشته خیالی آسوده داشته باشیم. کشتی موسوم به استروما با وجود 70 روز انتظار پس از آنکه اجازه نیافت سرنشینان خود را در خاک ترکیه پیاده کند راهی دریای سیاه شد و پس از شلیک اژدری از سوی یک زیردریایی شوروی سابق با 769 سرنشین غرق شد.